یا یه عده آدما هستن که یا علی دبیر رو خیلی دوست دارن و یا علی دبیر رو خیلی دوست ندارن، یعنی حد وسط نمیدونم چرا اینجوریه، یا اینورین یا اونوری این داستانه یه خورده، در حالی که ما هی داریم تاکید میکنیم روی عملکرد شما، روی مثلا خروجی کار شما، نمیدونم از وقت من یه چیزی میگم دلم به اونا خوشه، والله میگم داری کار خودتو میکنی خیلی خوب. بسیار من بعد جای دیگه جواب بدم، امیدوارم اونجا سرم بالا باشه. بالاخره یه روزی حقایقا این برم نشه، یه روزی حقایقا روم میشه دیگه. شما هم دیگه روحیت اینا میکنیم. من مثلا اگه بیام یکی دو نفر به من بگه که اینو این رنگو نپوش، میگم حالا که اینا دوست ندارن خب این رنگو نمیپوشم، ولی ممکنه علی دبیر میگه آقا من خوشم میاد این رنگو میپوشم، حالا چه دو نفرم بگن یا نگن، این حرفا بده ولی ابی نداره، من واسه خدا سعی میکنم حرف بزنم. من 17 سالم بوده برندباز بودم. من تای بازی رو دیدم، هیچی نیست، تایش سادگیه، تایش هیچی نیست. چجوری بگه؟ یه موقع مثلا یکی ندیده، مثلا نداره، گرفتین چی میخوام بگم؟ به حق این شبای عزیز خدا یکی 2% از این بصیرت و چیز ایشون رو به بنده هم اعطا بفرماید، بلند بگید آمین. خدا من چی بگم؟ ما خودمون در به دامونیم آقا. باید چی بگم؟ ببین اون بچه هایی که منو میشناسن، نوع لباس پوشیده منو دیدن، ببینی آدم حالا شاید به خاطر سن من اینو قبول دارم که واقعا کاشکی آدم مثلا گونی بپوشه ولی کار کنه، کارش آره کارش درست باشه، ولی مثلا کت شلوار خیلی شق و رق درست هم بپوشیم، خیلی آداب هم رعایت بکنیم، خروجی کاری برای مردم نداشته باشیم، یعنی اولویت یه جای دیگه است. داره فقط به مردم اینو بگم، من هر جایی بودم چه تو کار قبلیم تو شورا، چون دیدم دو تا آدم سیاسی مدن یه حرف خنده‌دار می‌زدن، خواستم بهشون میگم شما چی کار کردید واسه این مردم؟ چی کار کردید؟ من دوران قهرمانی معلومه. خدای حالا خودت گفتی میگم، ها تو این جلسات شورا هم بعض وقت عصبانی میشدی وسط جلسه نه. از این نمازهای مستحبی میخوندی که بگی آقا من اصلا شما رو شما کاری به کار دنبال یه چیزی بگی آخه نه خودت عزیز من ایها الناس به خدا خودت من میگم ازش تعریف کردم خودت برد یه جای دیگه به خدا تقصیر من نیست علی آقا آخه خودت میگی آخه یه تنش میخوره خودت هم الان ببین دست شما در نکنه باش ایشون به من گفت من هیچ چیز ندارم ما حرمت شما رو داریم زحمتکش به گردن کشتی حق داره هر چی به من بگه رو سر من شما بابت این میکروفونی که دستتون دنیا شما باید همین برام باید جواب درسته. بدید فکر نکن مثلا یا کسی به کسی تیکه میندازید مثلا نه به خدا نه به اون خاطر من کلی دارم میگم گفتم اونجا هم به عنوان اعتراض از این کارا کردیم با هم صحبت کردیم نمیدونم دوستان دارم میشنون آقای خسروی چی شده بابا بیا با من نه ما ببینید یه میشه تایمی پلاتوی بدید یه چیزی پخش کنی علی آقا چی شد ناراحت شدی الان آخه من چیزی نگفتم به خدا آقای یوسفی نه بذارید این جملهش تموم بشه بریم یه بخشو پخش کنید آقای دبیر من این همه ازت تعریف کردم چیزی نگفتم من گفتم ببینید به خدا خوب نیست فکر نکنید مثلا این حرفا که شما میزنید وایرال بشه بابا به خدا ما خیلی حرفامون وایرال میشه به خدا نه نه نه. نیازی به خدا نداریم به وایرال شدن این حرفا علی آقا گیر الان میدونید چیه گیر آدما خودمو میگم که آدم گناه مثلا یه سری به من میگن تو ریا میکنی بابا مردم من انقدر گناه دارم اگه خدا سطر رو بیشو برداره من پهن کف خیابونم یه لحظه شما تیکت رو انداختی بذار من دیگه حرفامو بزنم ایراد آدما میدونید الان چیه ایراد آدم ها اینه که دنبال فالوورن حتی شما میگه برنامه هم دیده شه من مجری هم بعد یه چیزی الان اینجا بگم شما الان مثلا فرض کن من ناراحت شده باشم میتونی جواب بدی؟ نه ولی میتونم اگه ناراحت شده باشی میتونم در محضر همین مردم آقای. بگم علی آقا منظوری نداشتم نه شما منو ببخش ببینید اینو که میتونم بگم که مقام معظم را یه حرف قشنگی زدی رو با دانشجوها گو مراقب حرفاتون تو فضای مجازی باشید بشین بالاخره مرجع تقلید اداره ایسی میگه من میگم شما هم که مجری اون کسی هم که من هم که هستم باید باشم یه دفعه یه چیزی نگیم خدای نکرده به کسی بر بخوره میبینی چی میخوام بگم من تمام اگه من چیزی گفتم که ناراحت شدی یوسفی. در من محضر همین نشدم. مردم شرمنده عذرخواهی میکنم آقای یوسفی به عنوان چیز یوسفی. شرعی و روابط دوتا مؤمن و مسلمان دارم میگم آقای یوسفی بحثمون
علی آقا اصلا خودت رفتی سمت این قصه ها، من بعد وقت از تعریف کردم از عمل کرد و رفتیم چیز. مگه من سوال کردم اینا رو علی آقا؟ من عادت دارم آقا یوسفی اسم شما بگم، من به اینکه امثال شما میخواین وایرال بشین عادت دارم. مثلا دیدم چند روز پیش، من میخوام وایرال بشم، من چند روز پیش دیدم که یعنی یه چیزی بهم نشوندن، دو تا آدمی که تو سیاست بودن، حالا من که خیلی هم ندیدم ایشون تو سیاست، به یکیشون زنگ زدم چون حس میکردم بچه مسلمونه، حالا اون یکی که حالش معلوم نیست، مثلا گفت آقا این رفته اونجا میخواد چیکار کنه، بهش زنگ زدم فلانی من یه سوال ازت بکنم، تو کارت حرف زدنه دیگه. بارو بودم 40 سال چیکار کردی واسه این مملکت، بس دیگه، چقدر حرف میزنید، نشستی اونجا فقط در مورد اینه، اون حق چی کار کردی؟ خدای منو ببخش، خدای منو ببخش، خدا منو ببخش، بازم خدا منو ببخشه، من هیچ موقع این حرف رو نمیزنم، فقط بهش گفتم که من فقط مدالام از وزن شما بیشتره، اون فقط یه حوزه قهرمانی رو بهش گفتم. اون چه حرفیه میشینی میزه؟ گفت من چی کار کنم؟ نمیخوام کاری بکنی، من مثل تو آبروزی هم نمی کنم، خودم بهت زنگ زدم، تو آبرو منو توی جمع بردی. حالا شما خواهشم اینه، شما مجری هم اگه میخواییم واقعاً... نه نه حالا بگذاریم بریم سراغ برنامه آقا پیمان. به نظر من سراغ بحث بریم، بحث خودمون بریم. علی آقا رو بازم دارم میگم، من در حضور مردم از ایشون به عنوان یک شخصا، من نه به عنوان مجری به قول ایشون افتخارات ایشون رو دارم، نه اصلا، خدا را هم بالا سر شاهد میگیرم، اگر به دنیا آخرتی اعتقاد داریم، من این بحثا رو برای وایرال شدن نگفتم. من رو به اندازه خودم علی آقا میشناسم به خدا، از اولم با پلاتوی چی شروع کردم، از این همه تعریف تمجید از علی دبیر، برنامه ورزش مردم شما رو هم اومده بودم. آره همیشه هم تشویق بودم، یکی از شروع من با شما این بود که تیکه به من نندازید. تیکه نبود ببین آقای یوسفی، آقا اینو به عنوان فرض کنید که آقا پیمان من یه ایراد بزرگی دارم. معلوم شد که نسبت به اون قصه خاص حساسیت خاصی داشتید. نه 4 سال قصه بوده، یه برنامه نبوده. من یه ایرادی دارم، مردم محترم منو ببخشن، منو ببخشن، من دروغ بلد نیستم بگم، با خودم وعده الهیه، من امکان نداره دروغ بگم، همه میدونم. من تو شورام که بودم میخواستیم رأی بدیم، به من گفتن به کی رأی می، گفتم من به این میخوام رأی بدم. همین سری هم که ما یه بحثی بود انتخاب، همه گفتم مثلا یه سری نمیخواستن یکی رأی بره، من بهش رأی دادم، به همه تو من به این رأی دادم. اون لحظه شاید ناراحت بشن، اون به شما میگم بچه‌هایی که یه سری مثلا بهتون نزدیکن، من اونایی که منو نزدیک میشناسن روحیات منو میدونن، این علی دبیر چیزی بگه همونه، من دودوزه بازی واقعا بلد نیستم، وعده که با خودم بودش نبود. الان یک بار دیگه آقای از شما نگید، خواهش میکنم نگید، نگید این حرفو آقا دیگه. ببین چند بار روی آنتن آقای یوسفی واقعا لله به قلب به حق نگید، من ناراحت عزیز، من قصدم این نبود که شما رو بخوام تیکه بندازم. من عادت کردم، شما یکیشی، همه من تو این چند سال عادت کردم، من مسیرمو انتخاب کردم، مسیرم رو انتخاب کردم، دارم راه هم میرم. ولی این همه تعریف از موفقیت های شما خوشحالیم، ببینید شما بگم به خدا من از این حرفی که شما زدی آوردی خوشحالیم. من وظیفه من انجام دادم، چی گفتم؟ گفتم اون رئیس اتحاد جهانی کشتی، حیف ما مردم رو نباید. خب همون من چیکار کنم؟ شما به خدا من رفتم سراغ چیز، این آقا پویام که الان اینجا پشت سر واسطه خیلی نگران ما رو نگاه میکنه، من که دیدی چه جوری اومدم، علی آقا خودش بحثو یه خورده برد به اون سمت، منم مجبور شدم از طرف اهالی رسانه اونو بگم. میدونی علی آقا از اینجا من چیزی هم نگم برم، میگن شما با آقای دبیر بستی یا مثلا ترسیدی ازش، هیچی نگفتی. این رو هم ببین آقا آخه آقا من که این همه از شما تعریف میکنم، در مقابلش ممکنه بگم من یه جای من یه ایراد دارم دیگه، غیر از این علی آقا من هر چی بخوام صحبت کنم حتما تو حرف از شما کم میادم. نه اصلا خدا وکیلی هیچی شما نیست. بگم یه ذره مردم رسانه ها رو دقت بکنن، یه ذره دقت بکنن متوجه میشن. یه رسانه الکی میخواد مثلا پهلوون بسازه، همون رسانه میخواد از من کریم شیرهی بسازه، مهم نیست، واقعا مهم نیست. نه اینجا رو نمیگم، نه این رسانه ملی خودمون نمیگم، کلی دارم میگم، گرفت این چی میخوام بگم؟ مثلا یه حرکتی رو که شاید مثلا میگم شما انجام میدید، مثال شما رو میزنم، بیاد آهنگ مثلا زورخونه و آهنگ فلان، وای ببین این پهلوان، جهان پهلوان
یوسفی چی کار کرد. حالا یه حرکت کوچیکترش که من میکنم امیدو یکی مثل شما بیاد تو برنامه آقا این مثلا اونجا آقا یه لحظه خب دوربین لانگو بده کارگردان عزیز من میخوام بلند شم و نه من بگم این رو در حضور مردم برای اینکه ادامه بحثمون خیلی شخصی نشه علی آقا چون میخوام از موفقیت های پشتی صحبت کنیم آخه من با مردم صادقانه بگم دوربین لانگو داده بیا ببینم پاشو بیا ببینم بیا آقا این علی آقا من به چه زبونی بگم که ایشون خیلی خوبه کاراش هم خوبه قصد منم اونجا تیکه انداختن نبود بیا بزرگوار این آقا لطفا بشین دیگه چی از این بیشتر بابا همچین میگه تو گفتی این همه من ناراحت شدم گفتی برای وایرال واقعا برای وایرال شدن این کار نکردم ممکنه مثلا برای آره دوست داریم که فضا بشکنه یا این تیکه انداختن منظور این نیست به خاطر این بوده حالا میخوای تمومش کنیم بگو بریم یه بخشو بعد ببینیم بفهم حضرت علی رو که میدونی چرا نذاشتن سقیفه خلیفه بشه درسته یکی از موضوعاتش میگفتن که مثلا شوخی میکنه این چیزی که مثلا تو نوشتن دور ما شوخی داریم تبسم داریم خنده داریم ولی واقعا خب، اگه یه درصد هم فکر میکردم این همه نه، شما رو ناراحت نشدم به خدا اگه میگفتم به جان تک به سرم اگه میدونستم این همه شما رو دیگه تک به سرم من از دیگه چیز نیوردم ببینید من صحبت کنم به حال من ناراحت نشدم ما وعده با هم کردیم شما تیکه نندازید خب من به دوستانم گفتم نه گفتن که وارد فضاهاش چیز نشین نه ببین آقا پیمان شما شوخی با من تا صبحم بکنی من خیلی جنبه دارم یه فکر کنم از این موضوع خاص نه شده. نه به خدا من تیکه به همه حالا بگذاریم آقا تموم ما شما وقتی میگی آقا به نظر من وقت رو میگذرونیم